با درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز مردم تیوی، خوب این خوش این سلامت این همه چی خوب همه چی اوکی؟ آقا این برنامه جدیده، یه خورده اولش سخته، چیکار کنیم، از چه مسیری بریم، چیا رو نشون بدیم دیگه. به بزرگی خودتون ببخشید، هی یواش یواش بهترش میکنیم، پره سبزمون رو حاضر میکنیم، یعنی داریم یه خورده تنبلی میکنم دیگه. استودیوم همه کامل، فقط یه خورده جاهاشو باید درست کنم و اینا. یواش یواش برنامه رو بهتر میکنیم به کمک آقای سوربی. بریم قسمت اول رو ببینیم و برگردیم ادامه ما. باید تلاش برای همه تلاشگران در همه بخش ها امید آفرینی باشه. این از رئیس جمهور ارزشیمون. اینو ترامپ که قبلا بود، بعدش هم جو بایدن. من هم دنیا چرا اینجوری شده؟ اینا مسابقه تو سوتی دادن. بایدن، حالا ترامپ که بعضش خرابه، بایدن دشمن فرضی، در فرضی، آدم فرضی، برمیگرده با روح دست میده. مال ما هم که 6 کلاس سواد داره، این 4 تا کلمه رو هی جابجا میکنه، میاد میگه هیچی هم اضافه نمیکنه، فقط داره چرت و پرت میگه. این شده وضع دنیا. حالا اینا رو ولش کن. آقا من نمیدونم چی جوریه. ما اینستاگرام باز میکنیم، نوشته دیدار علی کریمی و علی دایی در کانادا. دوتا اسطوره، دوتا ابرمرد تو کانادا. دایی رفته و میخوان همدیگر رو ببین. عجب چیز اینا. میزنی روش، عکس اول علی کریمی دمش کم، عکس دوم علی دایی دمش کم، عکس سوم درمان زیگیل تناسلی در خانه در کمتر از 20 روز. داداش چه ربطی داره؟ بعد که میری دنبالش، اصلا موضوع زیگیل تناسلی بوده، اصلا موضوع علی دایی و علی کریمی نبوده. من موندم این چه دنیایی، چه مردمی، اصلا صورت آدم کج میشه اینا رو گوش میده. بعد میای تازه تو کامنت ها میگی خود کامنت بخونم حالم خوب شه. کامنت های ایرانی ها باحاله. کامنت ها چیه؟ وای علی دایی قربونت برم، علی کریمی تو مردی، درمان اعتیاد در کمتر از 15 روز با دکتر قلی‌نژاد. یعنی هیچیمون به هیچیمون نمیخوره. به قول یه دوست قدیمی، اوضاعمون خیلی خرابه. بریم ببینیم بیا. پاشو تو رو خدا پاشو. به قرآن کردرم زدن. ما فیلم یه تیکه 3 دقیقه‌ای دربارش صحبت کردیم، میگم فیلمش درست کردیم، دربارش صحبت کردیم، گذاشتیم تو کانال. سریع هم یه تهدید کوچولو شدیم و داداش نمیترسی طرفداراش بیان بالا سر. ببین چقدر اون بابا بدبخته که نوچه یه بدبخت دیگه است که خودش نوچه آخونداست. اون دیگه چقدر بدبخته، چی داری میگی؟ حالا فیلمش در اومده که چی جوری با چاقو دارن تق 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 میزنن، دو تا تیرم که زدن تو پاش. البته سگ جونه نمیمیره. فیلمه رو حالا با هزار تا سانسور رو تار کردن و اینا میذاریم ببینیم چی میشه دیگه. یوتیوب قبول میکنه یا نه؟ بریم ببینیمش. وسط تنزیل نه اینا، ببینیم درس عبرت شه اینجور آدم ها. این سال 88 خیلی ها رو، خیلی جوانامون رو زد، با چاقو زد، تحویل رژیم داد، زندان بود دیگه. آوردنش بیرون گفتن این کارا رو بکن. آخرش هم وحید مرادی هم نوچاری. اینجا من داشتم کامل داشتم میرم، هیچ کس نه، من
یا خیلی جنم چوبه. آره ببین این مرد، اینو مرده رو دیدی رد شد رفت؟ اینا یه پالس بودن از پشت اومدن. آره رد شد رفت. ببین شب بیمارستان بود اصلا. آره ببینی سه تا اون برن دست اون رو زدن، اون رو پرید سوار موتور رفت، یکیشون رفت، دوتاشون رفت. مانی وریه اون پسر افتاد تو زمین، اون پشت دیویس پشت اون ماشینیه پسر خوابیده تو زمین. آره این هم اینجور میزن، این هم میره اون بر خیابون دیگه، الان اینجا میره اون بر خیابون. آره حتی تو کوچه اولی هم پیچیدن رفته، مستقیم نرفته. اینجا همسایه همون اومدش گردنش رو گرفت که خون نزنه بیرون. زن این مرده رو می‌بینی؟ پیرن چهار خونه ایه قلبش باش داد. نه 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 حد بغلی گرفته بودم مجنون مجنون هم بغلی گرفته. بابایی من تو اینستاگرام دیدم حرفش درسته، راست میگه، میگه تلویزیون من و تو با اون همه عظمت و این همه طرفدار مردم دوستش داشتن این تلویزیون، خود منم نگاه میکردم، مخصوصا اولاش که برنامه‌های علمی میذاش خیلی خوب بود، بعد یواش یواش رفت قاطی سیاست و اینا دیگه، برنامه‌هاش افتضاح و سیاست ما هم که اصلا حال آدم به هم میخوره. فقط کافیه تو ایران یه خورده شلوغ بشه آمریکا و اروپا این اپوزیسیون به قول خودشون بیفتن به جون هم، از اون عباس جفرسون بگیر که میگه من چی آبدین فخرآور نوه رضا شاه بوده میخواد خودش رو شاه کنه، از اون بگیر تا خود رضا پهلوی بگیر تا اون مسیح علی‌نژاد بگه، همشون میافتن به جون هم. حالا مجاهد داره که طرفدارشون نیست، یه میگه مش احمقن که حتی بلد نیستن با موبایل کار کنن، میافتن به جون هم. این وسط کی ضرر میکنه؟ این ملت بدبخت ایران. حالا من و تو داشتم این از کجا رفتیم به کجا، من و تو تلویزیون به این خوبی با این همه طرفدار، خب خودشون هم گفتن کمکی که کسی بهشون کمک میکرد پنتاگون بود، پنتاگون هم دیرکت نمیاد، پا نمیشه یکی بیاد بگه آقا این پولو بگیر، از طریق شرکت های تبلیغاتی یه پولی میدادن، این پول به اینا داده میشد که تبلیغ و یه سری کار داشت. خب اینجوری پولو دیرکت نمیدن، همه یکی یکی دارن میرن کنار. گندش دیگه مثلا تو این لس آنجلس تپش بود، خب من و تو که همه گنده تر بود، تپش اونم رفت کنار، الان شده یه یوتیوب تپش، بعض وقتا امیر قاسمی و ویدا میان میشینن جلو دوربین، برنامه هاشون هم محورش همین صحبت کنن، مثل من این ویدیو رو بذارن اون ویدیو رو بذارن همین. ولی حمید شبخیز بلم نمیاد ازش، شبکش اصلا به درد نمیخوره. یعنی قدیم میگفتیم حمید شبخیز یه استودیو داره با یه تلفن با یه دونه مبل، فقط جای اینا عوض میشه، مثلا میگه خب برنامه بعدی حجی جونه، شبخیز پا میشه حجی جون میشینه، دوباره قول میدید برن سلام برنامه چی دیدیم، اون بلند میشه دکتر مظاهری میشینه، همه چی هم میدونه، کرم درد، کرم صورت، کرم نمیدونم چی، کرم، اون بلند میشه جنوس حکاگنی. بعد بیننده هم داره، من خیلی علاقه من دارم، این پسرم راست میگه، میگه میخوایم بدونیم اینا کیان این تلویزیون رو نگاه میکنن. بعد این تلویزیون خرج داره، شما ماهواره رو ایر میخوای بری پول میخواد، این از کجا در میاره؟ اگه من بیزینس داشته باشم نمیام بدم به حمید شبخیز، بعدشو نمیخوام بگم آدم شاید خوبی یا خوشم میاد ازش، بچگی خب ما با اینا خاطره داریم، ولی چجوریه این برنامه میمونه؟ کسی هم پول نمیگیری؟ هم مطمئنم اصلا تلویزیون اگه پول میگرفت اینجوری نبود که بابا یه دست مبل و یه همش هم مدل لباساشون تیپاشون همه مال زمان شاهه. پسر راست میگه، میگه اینا چجوری هنوز پاورجان؟ تا خودتون گوش کنید چی راست هم میگه واقعا، اصلا من کف کردم این تلویزیون، همه میرن، زیا اومد رفت، اون اومد رفت، شهرام همایون از ترس اینکه تلویزیونش نگیرن به اسم یکی دیگه کرده، آرش مشکات، آی پی ان اومد رفت، اینو این سر جاشه اون مبلم هستش. حجی جونم بنده خدا فوت کرد. حمید چپخیز و شبکهش از عجایب روزگارن.
یه شبکه‌ای مثل من و تو میاد میگه که آقا ما از بیپولی داریم تعطیل میکنیم، ولی حمید چپخیز کماکان داره پرقدرت ادامه میده. در تمام این سالها ثابت کرده محتوا مطلقاً اهمیتی نداره. شما میتونی دوتا صندلی بذاری، یه دوربین، با پخش کردن آهنگ درخواستی و خوندن مطلب از روی اینترنت مخاطب رو سرگرم کنی. یادم یه بار نشسته بود همسایه‌ها خیلی جدی اومدن در زدن که ماشینشو بجا پارک کرده، آقا پاشد رفت 10 دقیقه دوربین داشتش صندلی خالی نشون میداد. یه بارم به یه دلیلی که نمیدونم چیه موهاشو شسته بود اومد با سشوار وسط برنامه آهنگ دلغه که محمد اسپانیو گذاشته بودن واسهش، بعد این دابسمش میکرد دقیقا همینجوری ویژد واسه نونه دوباره ادامه داد ویژد. خیلی دوست دارم مخاطبای این شبکه رو بشناسم، اگه مخاطب بشید واقعا واسم کامنت بذارید، خیلی علاقه دارم آشناشم باهاتون. بله اینم قسمت اول برنامه‌مون، کاستی خیلی داره باید درست کنم، خیلی کارا رو باید انجام بدم. حالا برای اینکه الگوریتم یوتیوب به هم نخوره من باید برنامه اول رو میفرستادم، بعد سعی میکنم از برنامه بعدی خوره توش تکنیک بیارم، بخوره برنامه رو بهتر کنم، خبرارم بهتر کنم، مثل همیشه هم خوش بگذرونیم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.